در خدمت رئیس انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی کشور هستیم. آقای دکتر، می‌بینم که کیلومتر از تهران فاصله گرفتیم برای حضور در این همایش. هم از این همایش برامون بگین، هم دلیل حضور رو بفهم. از من دعوتی شده بود در این همایش شرکت بکنم. وظیفه خودم دونستم با مشغله زیادی که شبه داشتم بیام در این همایش شرکت کنم و خیلی برام جالب بود از اینکه یه عده از جوانان مملکتمون، جوانان تحصیل کرده، بر امر تولید کامپوست و اسمن و خاک پوششی و پرورش قارچ اشتغال پیدا کردن، تخصصهای خوبی رو کسب کردن. اطلاعاتی که من دیدم مایه خوشحالی من بود و این یه جرقه امیدی زد که انشاءالله استان همدان هم بتوانه مثل استان تهران و البرز و سایر استانهای موفق بتوانه در زمینه تولید قارچ نقش موثری داشته باشه. جناب آقای دکتر، به نظر شما این برگزاری این گونه همایش‌ها و سمینارها چقدر میتونه تر پیشبرد اهداف صنفمون موثر واقع بشه؟ برگزاری این همایش‌ها اولین اثری که داره این است که باعث معرفی این صنعت به مردم میشه. از یه جهت چون بُعد رسانه‌ای که ایجاد میکنه، این بُعد رسانه‌ای خودش تبلیغی است برای قارچ. نکته دیگه این است که با برگزاری این همایش ها دانش فنی شرکت کنندگان ارتقا پیدا میکنه و همین باعث افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی میشه. سومین اثرش این است که تولید کنندگان تشویق میشن که از مهندسای تحصیل کرده جوان در واحدهای تولیدیشون استفاده کنن، هم تامین اشتغال بکنن برای قشر تحصیل کرده مملکت که دغدغه دولت هست امروزه، و هم این که بتوانن راندمان تولیدشون رو بالا ببرن. از اینکه وقتتون رو به ما دادین سپاسگزارم. متشکرم. منم از شما تشکر میکنم که از تهران قدم رنجه کردین اومدین. در هر همایشی و در هر گرد همایی که قارچکارا دارن جناب علی خیلی فعال شرکت میکنین و خبر رو رسانه‌ای میکنین. متشکرم. خواهش میکنم.